بسم الله الرحمن الرحیم کتاب چهل حدیث امام نووی با ذکر فائده های آن حدیث ششم و عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. از ابو عبدالله نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم که می فرمودند البته حلال آشکار است و البته حرام آشکار است و در بین این دو امرهای مشتبهات است که بسیاری مردم آنها را نمی دانند. پس کسی که از شبه ها پرهیز کند پس به تحقیق دین و ارزش را پاک نگاه داشته است و کسی که در شبه ها واقع شود در حرام واقع شده است، مانند چوپانی که در اطراف حدود می چراند نزدیک است که از آن بچرد. آگاه باشید برای هر پادشاه حدود است. آگاه باشید که حدود الله حرام کرده های است. آگاه باشید البته در جسد گوشپاره است، هرگاه اصلاح شود همه جسد اصلاح می شود و هرگاه فاسد شود همه جسد فاسد می شود. آگاه باشید آن گوشپاره قلب است. حدیث با روایت امام بخاری و امام مسلم. فایده های حدیث. فایده اول، بیان تقسیم اشیا در شریعت به حلال آشکار و حرام آشکار و شبهناک که در بین این دو تردد دارد. فایده دوم، البته مشتبه را بسیاری مردم نمی دانند و بعضی اش حکم آن را با دلیلش می داند. فایده سوم، شبهه را ترک کردن تا که حلال بودنش دانسته شود. فایده چهارم، مثال آوردن تا که معناهای معنوی به تشبیه کردن آنها به حسی بیان شود. فایده پنجم، البته انسان هرگاه در امور شبهناک واقع شود بر او واقع شدن در امرها واضح آسان می شود. فایده ششم، بیان بزرگی شأن قلب و اینکه اعضای جسد تابع آن هستند و صلاح آن اصلاح می شوند و به فساد آن فاسد می شوند. فایده هفتم، فساد ظاهر دلالت بر فساد باطن می کند. فایده هشتم، البته در پرهیز کردن از شبه ها انسان دینش را از نقصان و عرضش را از عیب رسوایی محافظت میکند. الله سبحانه و تعالی به همه ما علم نافع را نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.